صاحب فارسیوان، صاحب فارسیوان، صاحب نشنال جغرافی و صاحب زمزم است. اینا مال یه نفره، رابرت مورداک یهودی. همونی که قبل از خراب شدن برجای دوقلو اونجا را اجاره کرد 50 روز قبلش، بعد بیمش کرد، 100 میلیون دلار پول بیمه داد، گفت اگر خراب شد 30% افزایش بنا میدم و 7.2 میلیارد دلار پول میگیرم اگر خراب شد. اون شرکت بیمه میگفت اینا خراب بشه باش، چه خلی پیدا شده 100 میلیون دلار رو بده. 100 میلیون دلار داد 50 روز بعد دو تا ساختمان اومد پایین، 7.2 میلیارد دلار زد به جیب. بعد دولت آمریکا هم گفت ما این منطقه رو میخوام بنای یادبود برای اینا بسازیم، 30% هم از کجا بیاریم به تو بدیم؟ محدوده. گفت یه جا دیگه به من زمین بدید، اونجا هم دو قبضه گرفت. این آدم جهود، این آدم صهیونیست اومده برای من شاه شبکه زده. تو این یکی میگه فارسی وان، تو اون یکی میگه خلیج عربی. دقت کن خیلی جالبه ها، نشنال جغرافی داد میزنه خلیج عربی، فارسیوان فارسیوان، بالاخره فارسی ها عرب، تکلیف تو روشن کن برادر مرداج. میگه نه نه، تو بزن تو سر کله هم دیگه، بزنید با فارس و عرب و اینجوری درگیر هم بشه، من پولا رو میشونم. واقعیتو بدونم. واقعیت؟ کدوم واقعیت؟ تو حتی نمیتونم به زبون بیارم. آره بابا، من همجنسگرام، این زندگی منه، مربوط به من میشه، هر جور میخوای فکر کن برام مهم نیست. یه شبکه ما اسم شبکه فارسیوان، سریال های فارسی نشون میداد، سریال های خارجی با دوبله زبان فارسی. من که خودم شبا می اومدم خونه، میدم آره خانم هم شب تا شب میشینه پای ماهواره سریالا رو دونه به دونه میبینه، منم بعضی موقع میشستم نگاه میکردم، بعد بعضی موقع اصلا با هم جر و بحث میکردیم، تحلیل میکردیم. میدیدم که اصلا نگاهش یه جورایی داره عوض میشه، اصلا یه جورایی انگار داره اروپایی فکر میکنه. اصلا باهاش صحبت میکردم، اصلا جر و بحث میکردیم راجع به داستان فیلم، همیشه میدیدم فکرش با اون کسایی که تو فیلمن همسو شده. فکر میکنم که خیلی تأثیر گذاشته بود، حالا یواش یواش بود، مثلا تا یک سال واقعا اصلا تأثیر گذاشته بود، این رفتاراش عوض شده بود، حرفایی که میزد، طرز فکرش. بعد از این مدتی گذشت و ما دیدیم که نه، رفتارشون خیلی عوض شده، اصلا رفتارش، اخلاقش، حرف زدنش، لباس پوشیدنش کاملا تغییر کرده بود. چه اتفاقی باعث شد یه مادر بتونه بچه 2 سالش رو، یه دختر 2 سالش رو که همه واقعا قبطه داشتنشون میخورن از لحاظ هوش، زیبایی و هر چیزی که شما بگی، چطوری تونست ولش کنه بره؟ به خاطر چی؟ و الان بچهش حسرت داشتن یه مادر رو میخوره و همیشه اینو به من میگه و من میسوزم با تمام وجود، میسوزم چون واقعا نمیتونم کاری بکنم. از موقعی که فارسیوان اومده ما یک سری طلاقامون شده طلاقهای فارسیوانی. به خدا دانشجو خود ما اومد نشست تو دفترمون، گفت دامادمون همشیرمو طلاق داده، خواهرمو طلاق داده. تو دادگاه قاضی پرسید چرا میخواد طلاق بده، دلیل طلاق. برگشته بلند شده با خطابه دستش اینجوری اینجوری میکرد، گفته من زندگی رو از ویکتوریا یاد گرفتم. گفت من مات موندم اونجا وقتی این حرفو زد، از ویکتوریا آموختم که چطور به دنبال عشقم بروم. عجب به اثر داره بابا، نیست چه اثرش داریم. آقا یه چیز به شما بگم، وقتی او بنده خدا اومده پول خرج کرده،
یهودی جهود، جهود جماعت آب الله انگشتش بچیگه با زبونش جمع میکنه. اومده ماهواره زده، عاشق آخه چه شب روی توه، تخم دو زرده منو شما بسش میذاریم، خونمون رنگین تر از بقیه جای دنیاست، اونم به زبان فارسی سلیس برات بیاد حرف بزنه که گناه داری زیرنویس نمیتونی بخونی، سختته، میخوای پایین بخونی فیلم میره، فیلم رو میچسبی پایین میره چیکار باید بکنی؟ برات آورده گذاش، چقدر ببینه، چقدر ببین فی سبیل الله داره کار میکنه. ها یک شب خودش نیست میپرسه خب برای چی الان عاشق چه شب روی من شده؟